البته مهم این است که درس با از همه بچه هایی که به مهد کودک و کلاس پیش دبستانی می آیند خوش آمدگویی شود. در آنجا تمام فعالیت های آموزشی کودکان از طریق بازی با همسنین خود پیش می رود. پروژه های گوناگونی بر اساس ذوق و علاقه کودکان ترتیب داده شده است و در آنجا کودکان بازی خواهند کرد، آواز می خوانند و نقاشی می کشند. آموزش خارج از مدرسه و در فضای آزاد رو به افزایش است. در آنجا ورزش محور اصلی فعالیت ها خواهد بود. در راستای استراتژی اسپو در دسترس قرار دادن خدمات برای همه شهروندان و عدالت و مسئولیت پذیری را به پیش میبریم و در این زمینه اسپو خواهان پیشتاز بودن است. البته این بدان معناست که ما میخواهیم از کیفیت آموزش بین المللی آگاه باشیم. ما میخواهیم که آموزش پیش دبستانی من کیفیت داشته باشد و در سطح بین المللی هم قابل قیاس باشد. من می‌بینم که کارمندان اسپو از دیدگاه بین المللی هم یک گروه کاردان و حرفه‌ای به حساب می‌آیند. ما بر روی آموزش پرسنل خود سرمایه گذاری می‌کنیم. به نظرم ما دارای یک فضای ترقی خواهانه برای پیشرفت و فضای خوب محیط کار هستیم. بله، من خودم می‌بینم که پیشاهنگ بودن در درجه اول، یعنی شجاعت امتحان کردن مسائل جدید را داشتن و روش‌های جدید را به کار بردن است. من احساس میکنم که در اسپو والدین میتوانند تأثیرات خیلی زیادی داشته باشند بر محتوای آموزشی روزانه فرزندانشان و در کل چگونگی رابطه مشترک تربیتی که در اینجا چگونه شکل بگیرد. طبیعت به طور خاصی به قلب من نزدیک است. واقعا عالی است که بچه ها برای پیکنیک به جنگل های دوربر می روند و غذایشان را آنجا می خورند و چگونگی دگرگونی طبیعت را با چشم خود می بینند و اینکه در اینجا بچه ها از فرهنگ های مختلف وجود دارند به خودی خود برای فرزندان من هم آموزنده است. من زمانی موفق خواهم بود که یک کودک به من باور داشته باشد و با من احساس امنیت داشته باشد. همچنین تربیت مشترک ما بین ما و خانواده به خوبی پیش برود و به ما اعتماد داشته باشند و از ما انتقاد کنند. انتقادهای مثبت. من از انتقادها خیلی احساس موفقیت می کنم. من بر این باورم که ما بهترین وظیفه کاری دنیا را انجام می دهیم. مهمترین چیز این است که کودکان در فضای امن و مثبت رشد کنند و والدین از کارهایی که ما برای فرزندانشان اینجا انجام می دهیم راضی باشند. یکی از وظایف مهم آموزش پیش دبستانی این است که به طور یکسان دانش‌هایی به کودکان آموخته شود که در تمام دوران زندگی از آن بهره‌مند شود و همچنین همه کودکان به طور برابر این مسیر آموزشی را طی کنند. همچنین می بایست والدین در کار مشترک رشد و تربیت کودک سهیم باشند. با داشتن دیالوگ خوب ما بین والدین و مربیان تربیتی بدین سان که کودک در مورد چگونگی تربیت، رشد و اوقات درسی پیش دبستانی خود بتواند تأثیر گذار باشد. به نظر من عالیه که برای مراقبت بچه ها را می شه اینجا آورد، به خاطر اینکه می دانم اینجا از آنها به خوبی مراقبت می شود.